Сегодня мы пригласили 11 ноябр дар шаҳри Москва лексия семинар аз тарафи анҷумани иттиҳодияҳои ҳамҷамъияти ҷамъомад баргузор гардид, ки дар он чораҳои пешгирии паҳншави гӯё идеяҳои экстремизми динӣ дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ муҳокима карда шуд. بسم الله الرحمن الرحیم. معروضه کننده اساسی آید موضوع رئیس تشکیلات مختار غیر تجارتی مرکزی علمی و معرفتی الوسطیه معتدلی علی ویچسلاف پالوسین برآمد نمود. بقیده پالوسین با مهاجران باید مفتیات تاجیکستان و ازبکستان کار کنند. عالمان اسلامی در محل ها که برای آنها همچون انسان های صاحب آبرو اعتبار دارند باید فلاکت بار بودن مفکوره اکستریمیستی را بفهمانند، میگوید او. بقیده پالوسین در این کار به آنها وسطیه معتدلی یاری میدهد. همه اشتراکچیان برآمد کردگان به دستگیری اسلامی معتدل دعوت نمودند. قید می نمایم که خود اصطلاح اسلامی معتدل محصول غرب بوده به اسلام یگان علاقه ندارد. خود تقسیم کنی اسلام به معتدلی، رادیکالی و سیاسی نامقبول بوده به اساس های قرآن ضد می باشد. تحلیلگری سیاسی مشهور ترک اکیف چرکچی در مقاله خود مقصد ایجاد شوی مدل اسلامی معتدل از طرف حکمران های جهان می نویسد که مفهوم های بمانند تروری اسلامی، اسلامی معتدل، اسلامی رادیکالی از طرف سیاست چیون امریکایی و هم پیمان آنها ایجاد شده است و به منفیت های پوزیتیویستان، سکولاریستان و یکچین ها خدمت می کند. اندیشه شوق‌آور آید این خبرنگار امریکایی دانیل گرینفیلد نیز در یکی از مقاله خود اصطلاح اسلامی معتدل را چنین شرح می‌دهد. اسلامی معتدل این تئولوژی نوی گوناگون مدنیتی غرب است. اسلام را گیرید و چپا گردانید و شما اسلامی معتدل را پیدا می‌کنید. یک مسلمان را گیرید که یک سال به مسجد نرفته باشد. اگر از او در خصوص تیمی سان دیگو چارجز سوال کنید نقل کرده می دهد، ولی در خصوص صحابگان محمد چیزی را نمی داند. انا با شما مسلمانی معتدل. موسیقی